بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. سلام میکنم خدمت شما خانم ها، آقایان محترم، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه یک سیما. در برنامه قبلی استدیو آفتاب در خصوص امامت در شیعه صحبت کردیم و گپ و گفت دوستانه‌ای داشتیم با دانشجویان عزیز و ارجمندی که در استدیو برنامه ما حاضر بودند. قرار هست که امروز این بحث رو ادامه بدیم و انشالله از نظرات، پیشنهادات و انتقاداتشون استفاده کنیم. سوالات خیلی زیادی در برنامه گذشته باقی مون که نرسیدیم پاسخ بدیم. قرار هست که امروز در خدمت دوستان باشیم، سوالاتشون رو مطرح کنن و کارشناسان عزیز برنامه پاسخگو باشن. به شما حضار محترم سلام میکنم، آقایان عزیز و خانمهای محترم که در استودیو حاضر هستید، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد رضا حجازی. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شرکت کنندگان و تمامی بینندگان محترم. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب فربهی، خوش آمدید. بنده هم سلام عرض دارم خدمت شما و همچنین حضار محترم و بینندگان عزیز. ممنون و متشکر هستم. ما میخوایم در خصوص امامت صحبت بکنیم. این عشق و ارادتی که در دلهای شما موج میزنه نسبت به وجود مقدس و نازنین آقامون امیر مؤمنان علی علیه السلام. این حدیث رو حتما شنیدید که پیغمبر گرامی اسلام حضرت علی رو تشبیه کردن به سوره قل هو الله احد، و این دو بیتی رو به عنوان آغاز برنامه تقدیم حضور شما میکنم. یا علی ذاتت ثبوت قل هو الله احد، نام تو نقش نگین امر الله الصمد، لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چتو، لم یکن بعد از نبی مثلت لهو کفن احد. دوستان بیننده با ما همراه باشید. خب دوستای خوبه، همونطور که خدمتون گفتم از برنامه گذشته سوالاتی باقی مون که دوستان اصرار داشتن حتما سوالاتشون رو مطرح کنن و در خدمت میهمانان عزیز و بزرگوار هم باشیم، ما یک برنامه دیگه هم اختصاص دادیم به موضوع امامت در شیعه تا برخی از سوالاتی که باقی مونده اونها رو پاسخ بدیم. بعد انشاءالله میریم سراغ موضوع بعدی که قرار هست در استودیو آفتاب بهش برسیم. خب در بین حضار محترم آقایان، بله شما آمادگی دارید که سوال، فکر میکنم تو برنامه گذشته قانع نشدید از سوالی که مطرح کردید، یادم هست. بله حالا سوالتون رو بگید. یه نکته مبهمی که توی سخنان حاج آقا برای من به وجود اومد این که دلیل کوتاهی اصحاب پیامبر در اثبات حقانیت حضرت علی چی بود، و اینکه چرا اکثر اصحاب پیامبر اصلا بیعت نکردن با حضرت علی، نه با تنها صرف با حضرت علی بلکه با حالا ابوبکر رو غیرم بیعت نکردن. بعد آیا میشه مثلا این موضوع از این حیث مد نظر داشت که آیا مانند خوارج که بین قرآن و حضرت علی قرآن رو انتخاب کردن، آیا نقطه مقابلی اینجا وجود داشت که اصلا این اصحاب پیامبر با حضرت علی بیعت نکردن؟ خب پس سوال ایشون رو پاسخ بدم. بفرمایید جناب فربهی، بعد انشاءالله در خدمتون هست. بفرمایید. بحث عدالت صحابه هم در بین اهل سنت یکی از باورهای معروفه. اونها معتقد هستن که اصحاب عادل هستن، همشون عادل هستن، و معمولا تعریفشون از اصحاب این است که کسانی که همراه با پیامبر بودن، ایمان داشتن به پیامبر و از ایمانشون برنگشتن، ما اونها رو میگیم صحابه. اونها همشون عادل هستند و خوبن. ما معتقد هستیم که اصحاب با هم متفاوت بودن. بعضی از اصحاب مثل علی ابن ابی طالب و در رتبه های بعدی سلمان فارسی، مقداد، ابوذر، اینها جزء اصحاب پیامبر بودن و شخصیت های مورد پذیرش بودن. برخی دیگر از اصحاب بودن که انسان های قابل پذیرش هستند، اما احیانا اشکالاتی هم در رفتارهاشون، در تصمیم گیری هاشون هم بود. به همین کیفیت تا جایی که ممکن بود بعضی از اصحاب هم به اعتقاد خود اهل سنت جزء منافقین به حساب بیان. مثلا عبی بن کعب، این خودش یکی از منافقین بود که اهل سنت معتقد هستند سوره منافقون در شأن همین شخص نازل شده. پس اصل این که اصحاب متفاوت بودن رو ما نمیتونیم انکار بکنیم. خود اهل سنت هم فل جمله، یعنی به طور اجمالی مطلب رو باور دارن. ما هم میگیم نسبت به اصحاب باید به صورت موردی بررسی بکنیم، هر کدوم که قابل تایید بودن بپذیریمش، هر کدوم که نبود نپذیریم.
این یک نکته اساسی که باید در نظر بگیریم. نکته دوم این است که ببینید جریان خلافت و تغییر حاکمیت رو و تغییر خلافت را از امیرالمومنین علی علیه السلام به خلیفه اول، ما اعتقادمون این است که همه اصحاب مدیریت نمی کردن، یه عده خاصی بودن که مدیریت می کردن این جریان رو. فرض کنید خلیفه اول بود، خلیفه دوم بود، بعضی از افراد دیگری همکار بودن با این جریان، بعضی از رؤسای قبائل بودن، اینا با هم دیگه مدیریت میکردن جریان خلافت رو و سقیفه رو که تشکیل دادند و بعدش هم پیگیری کردن، اینا در واقع یک طیف خاصی بودن. پس اگر همه اینها رو ما جز اصحاب به حساب بیاریم، ما باید بگیم که مسئله تغییر خلافت توسط یک طیف خاصی از صحابه انجام گرفت. حالا میایم میبینیم این طیف خاصه از صحابه در زمان پیامبر چگونه بودن. خب یه عده بودن در زمان پیامبر اکرم درخشش خاصی نداشتن، در زمان سقیفه مدیریت سقیفه رو به عهده گرفتن. علی ابن ابی طالب در زمان پیامبر اکرم بخشی از مشرکان را کشته بود، بله، و این بخشی از مشرکین طبیعتاً پدران بزرگان همین قبائل عرب بودن و عرب ها به صورت قبیله‌ای و تعصب قبیله‌ای زندگی می‌کردند. من این نکته برای خودم خیلی جالب بود، من میگشتم چند تا کتاب رو در همین زمینه محیط پیدایش اسلام من داشتم مطالعه میکردم، میدیدم تمام سرزمین ها دارای حکومت بودن. ایران دارای حکومت بود، هندوستان دارای حکومت بود، چین دارای حکومت بود، ژاپن دارای حکومت بود، تمام سرزمین های مختلف دارای حکومت بودن. تنها جایی که دارای حکومت نبود عربستان بود. عربستان به صورت قبیله زندگی میکردن، این تعلقاتی که قبیله ها با هم دیگه داشتن، افراد قبیله با هم دیگه داشتن، همین حاکمیت اونها بود. خب علی ابن ابی طالب عده‌ای از مشرکان را کشته بود، اینها هم تعلقات قبیله‌ای در روح اونها کاملا نهادینه شده بود، همینی که ازش تعبیر میکنیم به تعصب جاهلی. خب بعد از این که مسئله تغییر خلافت مطرح شد، زائقه های اجتماعی کاملا متمایل بود به این اقدام، پس یک طیف خاصی از صحابه مدیریت کردن تغییر خلافت را و زائقه های مردم هم شیبش به طرف پذیرش همین امر بود، چون همون تعلقاتی که به قبیلهشون و به قومش و به اینها داشتن موجب شد که نسبت به علی ابن ابی طالب و این خانواده یه مقداری دلگیری های در قلبشون وجود داشته باشد. ما همین تعبیرات رو دقیقا در خطبه فدک میتونیم پیدا بکنیم که حضرت زهرا وقتی که تحلیل میکنه جریان سقیفه رو همینو میگه، میگه یه طیفی بودن، زائقه های مردم هم فضا فراهم بود، این طیف در کنار این زائقه ها یه فضای آشفته رو به وجود آورد، در این فضای آشفته یه عده زیادی از اصحاب احساس کردند که فضا شده یک فضای فتنه و در شرایط فتنه باید ساکت شد، همانند یک بچه شتری که نبشه ازش سواری گرفت و نبشه او رو دوشید. خب جز شدن جز ساکت ها، سکوت کردن و هیچ اقدام نکردن. پس یه طیف خاصی مدیریت کردن، زائقه های مردم همراه شد، فضا شد فضای غبار آلود، یه طیف وسیع از اصحاب هم احساس کردن که در این فضا ما بهتره که سکوت بکنیم، فضای فتنه آشفته و ما بهتره که هیچ کاری نکنیم. شواهدش هم در تاریخ هست که سکوت میکردن، به هیچ طرف کمک نمیکردن، این کارها رو انجام میدادن. با این توصیف مشخص میشه که اگر یک کسی تصور بکنه چرا صحابه بزرگ در این جریان کوتاهی کردن، یا آیا مگر ممکن است که صحابه بزرگ در این مسئله اشتباه بکنن، میگیم پاسخش این است که اولا همه صحابه تو این مسئله دخالت نداشتن، کسانی که تاثیرگذار شاید نبودن، تاثیرگذار نبودن، بله، اون کسانی که مدیریت میکردن یک طیف خاصی بودن، همون کسانی که زائقه های مردم نسبت به اونها هیچ گونه تنفری پیدا نکرده بود، چون شمشیری علیه کسی نکشیده بودن و بزرگی از مشرکان را نکشته بودند، به همین جهت زائقه های مردم مناسب با اون شده بود، فضا یک فضای آشفته ای شد، وقتی فضای آشفته شد زمینه شد که برای بقیه اصحاب یک حالت تردید پیش بیاد که خب حالا چه کار باید کرد،
به نظر خودشون رسید که سکوت بکنن. وقتی سکوت کردن، اون اتفاقی که به نظر با نبایستی پیش می اومد، خب اتفاق افتاد. این فکر میکنم خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. حالا صحابه این حرکت رو انجام دادن یا اینکه به اصطلاح از خواص خاص بودن؟ امام علی خودشون تنها نبودن، به هر حال میفرمایند سلمان بوده، از یارانی که به اصطلاح ما در شیعه بهشون مثلا معتقد هستیم و همراه امام علی هم بودن. یعنی که اون بله اون اقدام عملی که مثلا همون شبی که حالا خیلی هم به قول حاج آقا قبارالود بوده، یعنی چیزی که ما اصلا درک نمی‌کنیم. الان خود شیعیان ما بچه‌ها و دوستانی که داریم همه این سوال براشون مطرح هستن، اون شب چه اتفاقی افتاده؟ مگر حضرت علی نبوده یا به هر حال یارانی که خیلی نزدیک‌تر بودن؟ همین اتفاق بعد از رحلت پیامبر هستش که مثلا میگن اینا خودشون رو مقرب‌تر میدونن، میگن اصلا یه نوع اهل بیت پیامبر هست یا بله دیگه همون اتفاق سقیفه در اصل خوب. در اصل بعد از رحلت بله شرایطی که شما فکر میکنیم مثلا از قدیر تا 28 صفر این اتفاقات چجور پیش میاد؟ توی قدیر تمام این صحابه بودن دیگه، همه پذیرفتن، چرا اونجا حالا نیومدن یه تفسیر دیگه از مولا داشته باشن؟ اونجا اون سوال براشون مطرح نشد، یعنی اونجا همه تقریبا پذیرفتن، حالا حداقل ظاهرش این بود. چه اتفاقی میفته که اون وقتی میرسه به شب رحلت پیامبر این شرایط به وجود میاد؟ مثلا اینا خودشون رو مقربتر میدونن، اینقدر نزدیکتر هستن به پیامبر که حتی میگم الان توی مدینه هم که بریم میگن حالا چون قبرشون چسبیده به قبر پیامبر، معلومه که اینا اصلا اهل بیت‌ترن، خیلی با این نگاه بهش نگاه میکنن. خب اگر شما هم باز دوباره سوال تو همین محور هست، قانع نشدید شما؟ خب من اصلا به حاج آقا بگم این اصحاب پیامبر همه زمان خب به تبع زمان پیامبر بودن. شما قبلش هم حاج آقا صحبت میکرد، میگفتش که این همه حدیث وجود داره که پیامبر فرمودن. حالا غیر از اون اختلافات قبیله‌ای که گفتید، یعنی تو اون جریان واقعا نمیدونستن حق با حضرت علیه که کنار کشیدن، گفتن تو این فضای بهبه کنار کشیدن. یه جمله در اول شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید هست، ایشون میگه که من خدا را سپاس میگویم که مفضول را، کسی که مرتبش پایین تر بود را، بر کسی که فاضل بود برتری بخشید به خاطر مصلحتی که اقتضا کرد. میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحت اقتضت، مصلحتی که پیش اومد. این مسئله مصلحت اندیشی هایی که گاهی از مواقع به خاطر بعضی از تعلقاتی است که ما داریم و بعضی از طمع‌هایی که ممکنه در بعضی ها پیش بیاد و امور مختلفی که توش دخالت داره، گاهی از مواقع موجب میشه که آدم بشینه فکر بکنه بگه که درسته این شخص از دیگری بهتر است و این شخص مرتبش پایین تره، ولی خب الان مصلحت چاره‌ای نیست که باید پذیرف این وضعیت رو. در خود کلمات خلیفه دوم این است که خلیفه دوم از جریان سقیفه تعبیر کرد به فلته. فلته یعنی حادثه‌ای که یه دفعه پیش اومد، یه دفعه پیش اومد، افراد توش موندن که خب چیکار باید بکنن، بعد احساس کردن که خب آخه چاره دیگه غیر از این نیست، الان مصلحته، الان بهتره، الان اگر ما بخوایم درگیری بخوایم ایجاد بکنیم، بخوایم مثلا فرض کنید یه عده‌ای غیر از اون افراد خاص مثل سلمان، ابوذر، مقداد که اینها چشمشون به رفتارهای علی بن ابی طالب بود، خیلی دیگه باورشون بر این بود که اگر ما بخوایم درگیری ایجاد بکنیم، بخوایم مخالفت بکنیم، بعد ممکنه کلاً فضا به هم بریزه، ممکنه مشکلاتی پیش بیاد و ممکن‌های مختلفی که در ذهنشون وجود داره. یعنی بخوام بگم که ما اگر بخوایم خیلی ساده نگاه بکنیم، میگیم آیا این اصحاب واقعاً همشون اینقدر تحلیل نداشتن؟ بخوایم اینجوری میگیم. اما اگر نه، یه ذره بیایم تو فضا بریم. گاهی از موقع تو خود کشور خودمون گاهی از موقع یه شرایطی پیش میاد، آدم نسبت به بعضی از خواصی انتظاراتی داره، میبینه دقیقاً اون انتظارات رو برآورده نکردن. بعد وقتی که آدم میره باهاشون صحبت میکنه، میبینه خب احیاناً
مطالبی پیش اومده، شبهاتی براشون پیش اومده، در مجموع یه فضایی براشون پیش اومده که احساس میکنن که تو اینجاها مثلا مصلحت نیست حرف بزنن یا بهتره که سکوت بکنن و امثال این موارد. در مجموع میخوام بگم این جمله ابن ابوالحدید که میگه خدا را سپاس میگم که مفضول را بر فاضل مقدم کرد به خاطر مصلحتی که اقتضا کرد، این جمله فقط جمله ابن ابوالحدید نیست، جمله ابن ابوالحدید هاست، جمله خیلی از افراد بود در زمان علی ابن ابی طالب که وقتی از تعلیم رفت در خونه‌هاشون میگفت مگر در غدیر خم نبودید، مگر نبودید، مگر نبودید، همه میگفتن چرا بودیم. ولی الان چیکار میشه کرد؟ الان یه اتفاقی است که افتاده و یک عده جریان رو به عهده گرفتن، مردم هم با اونها موافقت کردن و مسئله تمام شده است. یعنی یه همچه مشکلاتی وجود داشته. ما یه نکته هم درباره اون سوالی که خانم فرمودن، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به همین مقدار اکتفا کردن، یعنی بیشتر از این نمیتونستن اقدام بکنن برای گرفتن حق خودشون. در واقع این در تصریحات خود کلمات حضرت علی علیه السلام هست که من به هر اندازه که در توانم بود از یادآوری کردن، از برخورد کردن، از صحبت کردن انجام دادم، اما دیگه وقتی که دیدم کاری از دستم بر نمیاد، کسی مرا یاری نمیده جز یک عده انگشت شماری، اون کسانی که معیارشون را علی ابن ابی طالب قرار دادن، گفتن پیامبر اکرم علی را معیار قرار داد، ما هم معیارمون را علی ابن ابی طالب قرار دادیم. غیر از اونها بقیه خب دست به تحلیل زدن، فکر کردن، حساب کتاب کردن، گفتن خب اینجاها یه عده‌شون رؤسای قبائل بودند، یه عده‌شون طمع خلافت داشتن، امید داشتن که به خلافت برسن. یه جمله‌ای رو ابن قتیبه در کتاب الامامت و سیاسه اونجاها گفته، میگه وقتی حضرت علی، وقتی که خلیفه دوم اومد در خونه حضرت علی، گفت بیا با ابوبکر خلیفه اول بیعت کن، بله. حضرت علی بهش اینجوری گفت، بهش گفت بدوش شیری را که بناست بخشی از اون برای خودت باشد و محکم کن تنابی را که بناست خودت به آن متمسک شوی. خب این رو در کتاب الامامت و سیاسه خود ابن قتیبه که یکی از بزرگان اهل سنت هست این مطلب رو نقل کرده. یعنی بعضی از اصحاب نوعی طمع داشتن در این مسئله، بعضی از اصحاب شخصیت های منفعلی بودن، زود تحت تاثیر قرار می گرفتن، بعضی از اصحاب می گفتن خب یک اتفاقی که افتاده دیگه نمیشه کارش کرد. حتی بعد از مدتی که باز بعضی از اصحاب گفتن که بیاید باز یک همچه شرایط رو به وجود بیاریم، مسئله خلافت رو عوض بکنیم، خلیفه دوم رفت سخنرانی کرد و گفت که جریان سقیفه یک اتفاق بود که خدا شرش را از ما مسون داشت و دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اومد با این صحبت‌ها اتمام حجت کرد که یه دفعه دیگه یه همچه اتفاقی پیش نیاد که برای خودشون که برای خودش بخواد مشکلی درست بشه. و جالب این است که در خود صحیح بخاری، من اخیراً داشتم صحیح بخاری نگاه می‌کردم، چاپ خود عربستان، در صحیح بخاری داره که فاطمه زهرا تا وقتی که زنده بود از خلیفه اول و دوم ناراضی بود. بله. این قدرش رو در همین صحیح بخاری هست، چیزای دیگه هم هست در منابعشون، چیزای مختلفی هست. بس روی برگردوندن هم بود. روی برگردوندن و چیزای مختلفی هست. میخوام بگم این نارضایتی ها هست، در صحیح مسلم هست که پیامبر فرمود اگر کسی فاطمه زهرا رو بیازارد مرا آزرده است. بعد در جاهای دیگه هست که در خود کتب اهل سنت که اون کسی که مثلا خدا و رسول را می آزارد، آیات شریفه که درباره کسانی که خدا و رسول را می آزارن در قرآن مطالبی مطرح شده، اینا رو همه کنار هم دیگه بگذاریم میشه نتیجه گیری کرد. اینا همشون هست. اما میخوام بگم در اون زمان یه عده قلیلی معیار علی ابن ابی طالب قرار داده بودن، اونا 7 نفر، 5 نفر، چند نفر معدود بودن. یه عده خودشون خب مدیریت میکردن جریان رو، درست. یه عده خودشون امید خلافت داشتن و یه عده هم مونده بودن که در این فضا، در این اتفاقی که افتاده نمیدونیم چیکار بکنیم. خب مثلا میخوام من یه جمله فقط درباره صحبتی که خواهرمون فرمودن عرض بکنم. ببینید ما گاهی از مواقع میگیم که یک غدیر خم داشتیم، یک سقیفه داشتیم. غدیر خم حجت الوداع پیامبر بود و سقیفه هم بلافاصله بعد از رحلت پیامبر بود. بین غدیر خم و سقیفه فاصله چندانی نبود. درست. چطور شد که غدیر خم چند هزار نفر حاضر بودن، بعد در جریان سقیفه یک مرتبه همه بخوان برگردن؟ گاهی ما اینجوری نگاه میکنیم. خب اگر ما اینجوری بخوایم نگاه بکنیم واقعا جای پرسش داره که چه اتفاق افتاد. یعنی اینکه همه کسانی که در غدیر بودن بیعت کردن دیگه،
بله اومدن بیعت کردن با حضرت امیر علیه السلام، بعد چطور همه دفعه بیعت ها رو شکستن؟ اینجا جای پرسش هست. بله. اما اگر ما بیایم به اون دوتا عامل اساسی توجه بکنیم، وجود شخصیت هایی که در زمان پیامبر اکرم مشرکان از اونها شمشیر نخورده بودند، این خیلی نکته مهمیه. وجود شخصیت هایی که در زمان پیامبر مشرکان از اونها شمشیر نخورده بودند. دو، این بافت شخصیتی که عرب جاهلی داشت، اون زمان داشت، این بافت شخصیتی که ایشون در یه زمانی پدر برا کشته، میشه گفت در مسلمانیشون تزلزل وجود داشته، درسته؟ بله، این همه ما روایت داریم که اگر کسی ذره‌ای تعصب جاهلی داشته باشد بوی بهش را نخواهد شنید، احساس نخواهد کرد. خب اینا یک تعصبات جاهلی در بینشون وجود داشت، میگفتن بالاخره این علی ابن ابی طالب هر چه که خوب باشه ایشون دایی ما رو کشته. این مشکل وجود دارد. خب این دوتا عامل خیلی نکته مهمی هستن. کسانی که مشرکان از اونها شمشیر نخوردن، این یک. زائقه های مردمی که هر کس شمشیر به گرده اونها زده نسبت به اونها نوعی تنفر و نوعی تلافی نسبت به اونها داشته باشن. اینا رو که رو هم دیگه بگذاریم، یه نویسنده عربی هست، این جمله من عرض بکنم خیلی جالبه، یه نویسنده عرب هست میگه که اگر علی ابن ابی طالب به خلافت میرسید، جای پرسش و شبهه بود که چرا به خلافت رسید. دوست. میگه اصلا علی ابن ابی طالب به خلافت نرسید جای تعجب نداره، با اون بافت شخصیتی که عرب جاهلی داشت نبایستی علی ابن ابی طالب مورد پذیرش مردم قرار بگیره. وقتی که مردم بافتشون بافت قبیله گرایی و تعصبات قومی باشه، چرا باید علی ابن ابی طالب بپذیرن و حال اینکه علی ابن ابی طالب بزرگان عرب را کشته بود؟ ما می‌خواستیم البته بریم سراغ موضوع بعدی، موضوع دیگر رو مطرح کنیم، دیدیم که همچنان دوستان سوالاتشون باقی مونده. یک لحظه اجازه بفرمایید آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. ببینید، در مسئله امامت و جانشین پیامبر ما دو تا مسئله رو باید از هم تفکیک بکنیم و متاسفانه هر موقع در بین دو گروه این مباحث مطرح شده، بعضی تلاش کردن که این دو بحث رو مخلوط کنن و غبارآلودش کنن. بلذا اگر احساس میشه که خیلی ها خیلی حقایق بهشون نرسیده، زمینه پیش نیومده، به خاطر همینه. ما یه موقع بحث رو از نظر قرآنی، روایی، استدلالی و کلامی میخوام ثابت کنیم. میخوام ببینیم از نظر قرآن و روایات و کلمات رسول اکرم خلیفه چه کسی میتونه باشه، امام چه کسی است و از نظر قرآن چه شرایطی براش گفته شده. یه بحث صرفا کلامی، عقلی، نقلی و خیلی مستدل. یه بحث اینه که خب حالا اتفاقاتی که افتاد بعد از پیغمبر در اینکه عملی بشه این فرمول، اون چه اتفاقاتی بود؟ خب اینا دو تا بحثه. شما اگر برای من، خب خیلی پیش میاد با علمای اهل سنت بزرگانشون میشین بحث میکنی، تا وارد بحث عقلی و نقلی و اینها میشیم بلا فاصله اینجا خب استدلال خیلی قویه از طرف ما، استدلال خیلی محکمه، چون ما تمام شواهد داریم، از اهل سنت داریم، از روایات داریم، کتب صحاح داریم و هیچ شبهه هم نداره، یا کتاب خودتونه. تا این مسئله به اینجا میرسه بلا فاصله بحث میکشن بحث تاریخی و بحث پس این اتفاقاتی بعد از پیغمبر افتاد چی شد، اصلا ربطی هم نداره. ما الان به عنوان یک مسلمان معتقد به این قرآن و معتقد به اصولی که در قرآن گفته شده، باید این اصل رو هر انسان، هر مسلمانی، شیعه باشه، سنی باشه، اهل اندونزی باشه، اهل عربستان باشه، اهل آمریکا باشه، هر جای دنیا، وقتی به این آیه میرسه انما ولیکم الله، باید سوال بشه، یک بار در عمرش از خودش سوال کنه این انما ولیکم الله کیه؟ کیه دیگه؟ این نباید فوری پیوند بزنه به اون دعواهای بعد از پیغمبر و قبارالدش کنی، یا انما یورید الله لیتوفان کنید رئیس اهل البیت، اینا کیا هستن؟ یا آیه مباهله، اینا کیا هستن؟ من یشری کیه؟ خب ببین آیه مباهله که اون پنج نفری که با پیغمبر پنج نفر رفتن، یک نفر، یک محقق، یک صحابی، یک نویسنده زیر این آسمان روی این کره خاکی بیارید آیه اهل سنت که بگه یکی از اون پنج نفر غیر از اون پنج نفری که همه سنی شده گفتن یه نفر دیگه بوده.
انما ولی کم الله اون کسی که تو رکوب این فقیر انگشتر داد یه نفر دیگه بوده. خب شما قبارالدش میکنید؟ خب بابا وقتی آیه به صراحت میگه ولی شما اینه و همه تون گفتید این یعنی علی ابن ابی طالب، خب چرا پیوندش میزنی به دعواهای بعد از پیغمبر تا قضیه لوس بشه؟ با تفکیک کنی. این آیات خیلی روشنه، خیلی صریحه، خیلی گویاست، خیلی روش مثل آفتاب روشن مشخص میکنه بعد از پیغمبر چه کسی باید باشه، چه کسی باید خلیفه باشه، چه کسی باید امام باشه، ولی ما کیه، همه مشخصه. خب بحث تاریخی بسیار خوب، به طرف میگیم این قبول کردی، این روشن شد، حالا میام ما بحث تاریخی میکنیم. بله باید بررسی کنیم که چرا صحابه این کارو کردن، چرا این رو کنار گذاشتن، چرا کلام رسول خدا رو زیر پاشون گذاشتن، چه اتفاقاتی افتاد، چه تعصباتی بود. حالا یا ما درست فهمیدیم یا شما درست فهمیدید، نباید مخلوطش کرد. ببینید تعصب ما اینه که میگیم نرسیدی بهشون حقیقت، که میان مسئله رو مخلوط میکنن، میگن آقا این شیعه چون اهانت میکنه مثلا به صحابه پس حرفش پشیز ارزش نداره. بابا شیعه اگر بحث صحابه رو مطرح میکنه یه بحث تاریخیه، بحث امامت، بحث قرآنیه، نباید قاطی بشه. اما سوالی که شما فرمودید که آیا خود اهل بیت، خود امیرالمومنین، خود صحابه اونا که قبول داشتن کاری کردن؟ بله خیلی کار کردن. برید تاریخ رو ببینید. اینجاست میگم بحث تاریخی رو باید مستقل و کامل بررسی کنیم. یک بحث عقیدتیه، بحث کلامیه، که این بحث امامت و ولایت، یک بحث تاریخیه. خواهش من اینه اگر میخواید یه مقداری بحث تاریخی بررسی بکنید، برید منابعی پیدا کنید، منابع بسیار خوب، مثلا همین تاریخ الامام و سیاست مال ابن قتیبه که از خود اهل سنت هست، چقدر زیبا مطالب گفته، یا حتی روایاتی که خودشون قبول دارن، تاریخایی که خودشون قبول دارن. شبا من نکتم اینه، عالی ترین، بالاترین و کاملترین کاری که باید بعد از رحلت پیامبر برای دفاع از امامت و ولایت میشد انجام شد توسط خود امیرالمومنین، توسط خود فاطمه زهرا سلام الله علیها. دلیل ما چیه؟ دلیل ما خود شهادت از زهرا است. یعنی اگر ما هیچ شاهدی نداشتیم، هیچ تاریخی نداشتیم، یعنی باور کنید اگه تمام تواریخ دنیا رو دفن کنند، بیان ما هیچ دلیل نداریم، اصلا شیعه و سنی کنا، ما یک شاهد داریم که چرا باید یک خانم که تنها دختری است، تنها فردی است، تنها یادگاری است که باز پیغمبر باقی مونده، چرا باید با این سن کم مظلومانه مخفیانه چرا باید دفن بشه؟ این اوج دفاعی است که حضرت کرده، این نشون میده حضرت خیلی فریاد زده، بخشیش در قالب خطبه فدکیه و در اون خطبه نمیدونم مسجد پیامبر یا اون جملات اینا با ما رسیده، بخشی که من معتقدم یک دهم اون چیزی نیست که حضرت انجام داد. اونم خانومی که کسی صدای او رو، کسی نفس رو نمیشنه، این دیگه اوج حمایته. ببین کار به کجا میرسه که حضرت زهرا با همه قداستش میفته وسط، میفته میدان، میگه من میرم جلو، حرف هم میزنم، این کمتر، این دفاع بالاتر از این. و جالبه این نکته آخر عرض میکنم چون حیفم میدین نگم، جالبه تنها کسی که میتونسته تو اون صحنه و تو اون فضا هیچ تعصب قومی روش نبوده، هیچ شبهه این که این پدر ما رو کشته، عموی ما رو کشته رو اون شخص نبوده، اگر راجع از امیر حرفا هست، اگر راجع بقیه هست، راجع از زهرا که این حرفا نیست که. و جالبه تمام مسلمان ها بل اتفاق قبول دارن که این آیه تطهیر اگر توی زنهای پیغمبر شکه، اگر روی امیرالمؤمنین شکه، اگر روی امام حسن، راجع از زهرا شکی نیست که قطعا مصداق این آیه تطهیر ایشونه و ایشون میتونسته بهترین نقش رو در اظهار حقانیت امامت و ولایت ایفا بکنه و انجام داد. خب خیلی متشکرم آقای دکتر حجازی. باز هم دوستان سوال دارن در بین آقایان، شما میکروفون داشتیم بفرمایید. اینکه حالا اینطور که شنیدیم امام علی علیه السلام خودشون هیچ وقت به حادثه غدیر استناد نمیکردن با دشمنان خودشون، آیا اگر مثلا با سن جوانی که امام علی علیه السلام داشت، گویا انگار 30 35 سال داشتن،
اگر مثلا مردم حادثه قدیر هم مثلا تو ذهنشون بود، آیا جامعه قبول میکرد که یک شخص جوان مثلا 30-35 ساله بیاد مثلا به مسند خلافت برسه، خلافتی که حالا خیلی گسترش پیدا کرده بود و کل عربستان حکومت میکرد؟ خب خیلی متشکرم. اجازه بدید در بین خانم ها هم یک سوال دارن، میکروفون رو دارین شما، بفرمایید. چرا به اصطلاح پیامبر که در جریان بود، صحابه رو شناخت داشت، میدونست که ممکن این کینه ها بعدها به اصطلاح اتفاق بیفته و این شرایط رو به وجود بیاره، چرا مکتوب نشد؟ بله، چرا مکتوب نشد؟ چرا حضرت به قدیر استناد نمی‌کردن؟ حالا واقعا استناد نمی‌کردن؟ آقای دکتر اجازه من بخشی از این خواهشمون سوالاتو عرض می‌کنم، حالا بخشی هر چقدر من از استاد استفاده می‌کنیم. چرا اتفاقا من تعجب می‌کنم این از کجا گفته شده؟ در بسیار از موارد حضرت امیر به حادثه قدیر استناد کردن، در یک جلسه ایشون اسم آوردن، یعنی صداشون کردن، افراد اونجا نشسته بودن. و جالب این توی بخشایی که بعداً به نهج البلاغه اضافه شده یا توی اسناد هست، این حدیث حدیث خیلی زیبایی است که حضرت امیر سلام الله علیه و حتی اون شورای که تشکیل شد برای انتخاب خلیفه سوم بعد از خلیفه دوم، شورای تشکیل شد 6 نفر، یکی از مباحث 3 روز شورا طول کشید تا نهایتا اون دود سفید از ناود اومد بیرون، چون 3 روز طول کشید تا اون خلاصه به نتیجه برسن. اینها گفته بود اگر بعد از 3 روز اینا به نتیجه نرسیدن، گردن هر 6 نفرشون رو بزن به این محکمی. رضا اینا مجبور بودن تو اون 3 روز خلاصه حرفای آخرشون رو بزنن. یکی از مباحثی که اونجا شد، یکی از قسمت‌های تاریخی و خوندنی برای سنی شیعه هر مسلمانی، همون مباحث اون 3 روزه. برید ببینید چقدر زیباست. یکی از مباحثی که اونجا مطرح شد، قدیر خم، خود حضرت امیر سلام الله علیه اصلا اسم میارن، میگن فلانی فلانی، اصلا اسمشون میارن. شماها مگه نبودید؟ مگه شما اون کلمات نشنیدید که اینا خیلیشون گفتن بله شنیدیم و اقرار میکردن فلان. خب این نشون میده که حضرت امیر هم این قضیه رو استناد بهش میکنن. اما قضیه سن، ببینید یکی از کارهایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن و اسلام کرد، شکستن سنت‌های زشت و جاهلی بود. سنت‌های جاهلی زیاد بود که خیلی هم زشت بود، عدم حرمت نگه نداشتن خانم‌ها، دختر به گور کردن، و یکی همین بود که از نظر جاهلی میگفتن کسی که سن و سالش کمه باید حتما اون کسی که مسنتره، پیرتره، ریشی سفید کرده، اون باید همیشه آقا باشه، جلو باشه، رئیس قوم باشه. پیامبر در طول نبوتشون مخصوصا در مدینه این سنت رو بارها شکست. خیلی از موارد فرمانده مثلا اون قسمت‌ها رو به عهده جوان‌ها می‌ذاشت. در بسیار از موارد خود از امیر سلام الله علیه رو جانشین خودش می‌کرد توی مدینه. می‌فهمم تو جانشین منی؟ آیا دوست نداری که تو برای من مانند هارون برای موسی باشی؟ این در زمانی بود که از امیر 22 چند سالش بیشتر نبود، و این خواست نشون بده این سنت ها سنت های درستی نیست که شما خیال کنه حک مسنتره، پیرتره، او برحق تره. نه، ممکنه. و آخرین کاری که پیغمبر میخواست بینه نشون بده و جالب عبرت هم نگرفتن همین بود که آخرین لشکرکشی که پیامبر آماده کرد برای یک حرکت بزرگ، لشکری بود که رهبرش به اسامه داد. اسامه جوانترین جنگجویان اون زمان بود، جوان 19 سال، شاید هلوهاش هم 20 سال، به قول امروزی تینیجر بود، نوجوانی بود، جوانی بود. و بعد جملاتی فهمود که برید همه شما پیر جوان برید ملحق بشید به این لشکر، فردا نگید که نه ما پیر مردها، ما مسنترها معذور بودیم. بارها فهمود برید و حتی نفرینشون کرد که چرا نمیرید. این می‌خواست تمام صحنه آماده بشه، زمین آماده بشه که این از تعصب جاهلیه که خیال کنید باید. لذا جالبه اینو فراموش کردن. بلافاصله آقا فرمودن یکی از کارهایی که حضرت امیر کرد سلام الله علیه در طول اون چند روز که رفت در خانه صحابه بزرگ و زد و یادآوریشون کرد، هم قضیه قدر یادآوری کرد و هم حضرت زهرا سلام الله علیها با حسن و حسین بودن، بهشون میگفت مباهلیاتون هست چی حادثه تطیب میگفت. بعد جالبه یکی از عذرهایی که میبردن همین بود، آخر خوباشون که خیلی یا علی بله قبول داریم، همین رو میپذیریم،
اما حالا اجازه بده حالا این مسنترها، این پیرمردها، اینا یه چند سباهی ببین اصل حقیقت اسلام، رسالت، انبیا، امامت، همه رو با یه مسئله خیلی تعصبانه و جاهلی سر همش می‌بردن. بذار اینا بگذره، نوبت تو هم میشه. اینجوری قضیه، تعصبات جاهلی. خب خیلی متشکرم جناب فربهی. بس این که ما اعتقادمون بر این هست در مذهبی شیعی که ولایت و امامت از طرف خداست و اراده حضرت حق هست. خب اگر واقعا اراده الهی است چرا محقق نشود؟ اراده خدا باید محقق بشه به طور طبیعی. خب ما یه اراده تکوینی الهی داریم که در اصل تدبیر هستی هر چه که خدای متعال اراده میکنه همون محقق میشه. یه اراده تشریعی هم داریم، یعنی مطالبات خدا. اراده تشریعی یعنی اون چیزی که خدا از ما خواسته است. اراده یعنی خواستن. تو یکی از مناجات ها هم داریم که مناجات المریدین، یعنی مناجات کسانی که خدا را طالبند، خدا را میخوان. اراده تشریعی یعنی خدا از انسان ها خواسته که در بستر قدم های اختیاری این رفتارها را انجام بدهند. از جمله چیزهایی که خدا از انسان ها خواسته است و اراده کرده مسئله پذیرش دین آسمانی است. ولی بسیاری از انسان ها دین آسمانی را اون جوری که بایستی نپذیرفتن، یا اگر همون دین آسمانی را پذیرفتن، اراده الهی که التزام به نظام دستورات اون دین بوده است را اجرا نکردن. پس در اراده تشریعی تخلف کاملا طبیعیه، چون در بستر یک رفتار اختیاری براست انجام بگیره. خدای متعال مطالبه کرده و چون مطالبه کرده در بستر اختیاری میخواست واقع بشه، ممکن است که تخلف انجام بگیره. خب در اینجا ها پیامبر اکرم به هر اندازه که دستشون میرسید و توانایی داشتن در بستر قدم اختیاری تلاش کردن. چون میونه یه وقت هست کسی میگه خب پیامبر اکرم میومد چه کار میکرد؟ میومد مثلا فرض کنید اینو میکشت، اونو میکشت، این کار میکرد، اون کار میکرد تا به اجبار علی ابن ابی طالب به خلافت میرسید. میگیم خب این دیگه در فضای حرکت اختیاری ابتلایی و اقتضاعات طبیعی نبود. پیامبر اکرم باید در چارچوب ضوابط حرکت میکردن، در اون چارچوب ضوابط بالاترین کارها رو باید انجام میدادن. آخرین کاری که پیامبر اکرم میخواستن انجام بدن مسئله همون جریان دوات و قلم بود که فرمودن دوات و قلم بیارید. و این یک سؤاله که وقتی این مسئله به این اهمیتی وجود داشته چرا پیامبر اکرم اصرار نکردن؟ میگفتن نه بیارید. هر کسی میگفت نه نمیخواد بیارید، پیامبر اصرار میکرد میگفت نه خیر برید وردارید بیارید. چرا پیامبر اکرم اصرار نکرد یا علی ابن ابی طالب در همونجا اصرار نکرد؟ من فکر میکنم سر مطلب به همون جمله برمیگرده که یکی از حضار گفت. یکی از کسانی که در جلسه حاضر بود گفت که ان الرجل لیهجر، این شخص داره هذیان میگوید. در بحث‌های منطقی اصطلاحاً این رو بهش میگن مغالطه مسموم کردن چاه. یعنی اون چایی که شما از توش آب می‌خوای در بیاری، اگر اون چاهو مسموم کردی دیگه هر چی از توش آب در بیاری اون چاه دیگه محکوم به مسمومیت میشه. وقتی یه کسی گفت ان الرجل لیهجر، خب حالا اون شخص اصرار بکنه بگه دوات و قلم بیارید و بنویسید، صد بارم که بگه فایده نداره. هر چی هم که بنویسه وقتی ان الرجل لیهجر، وقتی که برا شد که این شخص داره هذیان میگوید، حالا وقتی که نوشت خب هذیان مینویسد. خب لذا پیامبر اکرم وقتی این جمله رو شنیدن ناراحت شدن، برای اینکه اون نشون داد که اون طرف مقابل دیگه گویا اصلا نسبت به نبوت نبی اکرم تشکیک دارن یا نسبت به نبوت مثلا سوالاتی براشون هست. پس پیامبر اکرم هر چی که دستشون برمیاد انجام دادن و جریان دوات و قلم هم بنا بود آخرین کاری که دست پیامبر اکرم میشد انجام بشه در بستر یک حرکت اختیاری بنا بود انجام بشه، حضرت میخواستن انجام بدن. ولی وقتی که چاه مسموم شد دیگه هیچ فایده ای نداشت اگر که حضرت می نوشتن. به همین جهت پیامبر اکرم از این کار صرف نظر کردن. خب خیلی متشکر. ما البته زمان زیادی نداریم، اما اگر دوستان سوال دارن در حد یکی دو تا سوال دیگه، شما هم دیگه دارین سوالی دارین؟ برای چی زودتر این رو مکتوب نکردم؟ فرصت که بود از قدیر تا رحلت حضرت، چرا زودتر مکتوب نکردم وصیت رو؟ حالا ابتدا بفرمایید جناب فربهی، اون مکتوبی که قرار بود پیغمبر انجام بدن، اون چیزی که قرار بود نوشته بشه، بحث ولایت بود، یعنی داریم در تاریخ که قرار همچین چیزی گفته بشه که این اتفاقات افتاد؟ این رو بفرمایید و سوال این دوستمون. ببینید اون چه که در نقل ها داریم این است که پیامبر فرمودن
دوات و قلمی بیارید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از این هرگز گمراه نشید. اشاره به ولایت نکردن؟ بله، این اشاره صریح نسبت به ولایت در اون جمله نشده. شاید بعضی از عالمان و متفکران که در اصل این مسئله سوال کردن و تشکیک کردن که شاید پیامبر اکرم این مسئله رو نمیخواست مطرح بکنه، شاید به این جهت بوده که میگن پیامبر اکرم فقط فرمودن که دوات و قلم بیارید که من برای شما چیز بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. این مطلب هست. ولی اون شخصی که اون شبهه رو وارد کردن میدونستن موضوع چیه؟ بله، و اما با شواهدی که بود من جمله اون جمله‌ای که گفته شد نشون میده که اون فضا کاملا این ذهنیت رو فراهم کرده که پیامبر اکرم میخواد یه چیزی رو بنویسه که مربوط به بعد از خودشون باشه و مسئله خلافت و امامت باشه. به همین جهت شواهد، تراکم شواهد این مسئله رو تایید میکنه که اون چه که پیامبر اکرم میخواست بنویسه مربوط به همین فضاها بوده. جامعه دوستو اجازی در خدمت شما هستیم. فکر کنم مسئله اون کتابت و نوشتن اون روز که محقق نشد دو جهت داره. یک جهتش این که خب حضرت چی میخواست بنویسه؟ اگر چیز جدیدی بوده، مثلا چه مسئله‌ای بوده؟ اگر همون مسئله ولایت و امامت و نام حضرت علی بوده و اینجور مسائل بوده، این که خب بارها حضرت حتی بالاتر از نوشتن، ما آنقدر روایت داریم که در صحنه‌های مختلف با حضور طیف‌های مختلف صحابه که در اکثر اون مجالس اون طیف اصلی هم حضور داشتن، اصلا این متن روایته که حضرت اصرار داشت که اونا حضور داشته باشن و مسئله وصایت رو، مسئله خلافت رو، مسئله نام می برد به اسم، بارها می فهمون بعضی مواقع حتی بالاتر از اسم حضرت نشستان کنار حضرت امیر، دست روی شانه حضرت امیر می زد و می فهمون که منظور علی اینها، فردا نگید یه علی دیگه منظورش بود، یه علی نامی بود، مرتب می گفت این منظور من هست، اون کسی که من میگم خلیفه منه، وصی منه، مثل هارون اینه. خب این همه براتر از نوشتنه، نوشتن اون طرف فارغ کنه بریزه دور، یا بگه این خط آقا نبوده، یا آقا که سواد نداشتن، حضرت پیامبر می‌خواستن بنویسن که خودشون نمی‌نوشتن که، یا حضرت امیر می‌نوشتن، یا یکی دیگه کاتب می‌نوشت دیگه. خب فردا میگن نه، این حضرت علی از خودش نوشت. بحث قرآن هم همینجور شد. آفرین. یعنی ببینید ما خیلی برای این مسئله مکتوب تنها اهمیتی که به این صحنه میدیم همون برخورد متقابل بود. اون برای ما خیلی مسئله سازه تو بحث کلامی، اون خیلی برای ما مسئله است. و الا حالا چی می نوشتن حضرت، چرا ننوشتن، قبلا می نوشتن، این خیلی اهمیت کلامی برای ما نداره. چون پیامبر آنچه که میخواست بگه قبلا گفته بود، تو صحنه های مختلف هم گفته بود، به بهترین وجه هم گفته بود. یعنی حضرت قطعا چیزی می نوشت، چیز جدیدی که نبود که مثلا میگیم که حالا این مخفیمون برای ما دیگه اتمام حجت نشده، نه اتمام حجت ها شده بود. فوقش نهایتش اینه که مثل اینکه میگیم نام علی چرا تو قرآن نیومده، اگه حضرت هم مینوشت شبیه اون میشد، اون هم جوری از منش ببرن و هزار تا حرف در بیانن. اما نکته مهم اینه که حضرت در تمام مراحل قبل از این صحنه بیماری و کسالتشون این احساس رو داشت و این پیشبینی رو میکرد، خب پیامبر بود، جبرئیل خبر داده بود، که تقریبا برای آینده خودش و بعد از اینکه رحلت میفرماید، حضرت افرادی که باید صحنه گردان اون ماجرا باشن، این افراد رو به اسلوب مختلف و به روش‌های مختلف معرفی کرد. مثلا شما به تعبیراتی که حضرت راجع به زهرا سلام الله علیها داره، بهترین تعبیراتی است که نشون میده گویا پیامبر میدانست که چه اتفاقاتی براش بیفته و این تعبیرات لازمه که از زهرا باید این گونه معرفی بشه تا بتونه نقش اجرا کنه. تعبیراتی که از امیر داره، تعبیراتی که راجع به امام حسن امام حسین داره، خب اینا ساده نیست. کسانی که میخوان برن پیامبر شناس بشن، امام شناس بشن، باید اون رو دقت بکنن. چرا حضرت راجع به امام حسن امام حسین امام حسن میفهمند که قام و قعدا، امامان، اینا چه قیام کنن، چه بنشینن، چه صلح کنن، اینا امام هستن، پیشوا هستن. داره پیش بینی میکنه که فردا اتفاقات اینجوری میفته. خب اینا قطعا از نوشتن مهمتره. یعنی این تعبیرات اگه تو جامعه اسلامی بین صحابه دهن به دهن بچرخه و در سینه ها نگه داشته بشه، قطعا از اون نوشته ها تواتر و همه تواتر میشه. بله، به حد تواتر رسیده بسیار از این روایات. خب قطعا از اون نوشتن و از اون چیزی که حالا حضرت اونجا بنویسه، بعدم به قول ایشون اونقدر جو مسمومه که میگن آ ولش کن، پارش کن، بریز دور، حالا نوشه حضرتشون تو اون حالت که ارزش نداره.
خیلی ممنون و متشکر هستم جناب دکتر حجازی و جناب فربهی از حضور شما و از نکاتی که فرمودید. از شما حضور محترمم خیلی تشکر میکنم و اعتقاد دارم که باز هم سوال دارید. میدونم که بالاخره سوالات فراوانی توی این حوزه هست، منتها وقت ما بیشتر از این اجازه نمیدید که بهش بپردازیم. جا داره که واقعا یه تحقیق و تفحص خوبی داشته باشین، مخصوصا ما شیعیان که به دنبال حقیقت هستیم. برای ما البته روشن هست، اما برای اینکه دستمون پر باشه که بتونیم پاسخ بدیم به شبهاتی که مطرح میشه، خیلی خوب هست که بتونیم مطالعات فراوانی داشته باشیم. با توجه به اهمیت موضوع ما تلاش میکنیم که انشالله در برنامه‌های آینده باز به این موضوع بپردازیم. عمریست که دم بدم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم، انشاءالله تا آخر عمر هم علی میگویم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.